محمود گلاب‌دره‌ای نویسنده معاصر در سال 1308 در محله گلاب‌دره منطقه شمیران تهران به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات متوسطه برای تحصیل در رشته ادبیات به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران وارد شد، اما تحصیل را نیمه کار رها کرد. سپس در دانشگاه لندن در رشته ادبیات انگلیسی درس خواند. گلاب‌دره‌ای با انتشار رمان سگ کوره‌پز در اوایل دهه 40 وارد عرصه نویسندگی شد و پس از آن چندین کتاب در زمینه ادبیات داستانی و رمان منتشر کرد. نخستین داستان کوتاهش در مجله صبح امروز و در سال 1341 به چاپ رسید. به گفته خودش بیش از 10 سال از زندگیش را در آمریکا به صورت بی خانمان گذراند و ایالت‌های مختلف این کشور را پای پیاده طی کرد که حاصل آن کتابی است چند جلدی به نام 10 سال بی خانمانی در آمریکا. دیگر رمان او به نام صحرای سرد در سال 1362 منتشر شد. این رمان داستان زندگی یک نوازنده تار است که از همسرش جدا شده، 4 فرزند دارد و در عروسی‌های شمیران تار می‌زند و آواز می‌خواند. برخی دیگر آثار او عبارتند از پرکاه، بادیه، اسماعیل اسماعیل، آنگاه پرستو، صحرای سرد، آهوی کوهی و دال. محمود گلاب‌دره‌ای در مرداد 1391 و در سن 83 سالگی در تهران درگذشت.